أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، فاطر السماوات والأراضين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم على عبده ورسوله السراج المنير، رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا للناس أجمعين، وعلى آله وأصحابه وخلفائه والأئمة المعصومين من ولده الذين هم كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجج على أهل الدنيا وعلى القائم بالحق. الحاكم بالكتاب الهابس نفسه على ذات الله آخر خليفته وحجته على عباده، عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند علی اعلا را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم و همه شما عزیزان، خواهران و برادران را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. تقوایی که تنها عامل سعادت ما و خوشبختی ماست در دنیا و آخرت، تقوایی که ما مأموریم او را حفظ کنیم و با تقوا خودمان را از هر ضرر و خطر، چه در حیات مادی و اخلاقی و اجتماعی، چه در مقابل معتقداتمان، از هر ضرر و خطر محافظت کنیم. لذا مأموریم به حفظ تقوا. الا فسونوها و تسونو بها. در خطبه اول به دلیل مناسبت خاصی که داریم، بحث کوتاهی درباره حیات از منظر قرآن و اشاره‌ای به بحث انتظار خواهیم داشت، به دلیل اهمیت مسئله و برکاتی که باور جهانی، مخصوصاً باور اسلامی، به این مقوله دارند و آثارش را می‌بینیم. خطبه دوم مسائل اجتماعی، حوادثی که در کشورمان اتفاق افتاده، باز هم صحبت‌های درباره این موضوع از دانشمندان جهان اسلام و وظایفمان در قبال انتظار از موضوعات است که در خطبه دوم اونها را مطرح خواهیم کرد. یکی از آیات قرآن در سوره مبارکه انفال، خداوند علی اعلا می فرماید: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. وارد
ترجمه و تفسیر آیه نمی شوم. آغاز آیه این گونه است: یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که به یک حقیقت بر عالم برتر، بر عالم غیب ایمان پیدا کردین. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که برای انسانیت مقام بالاتر معتقدین. آمنو یک معنای بالاتر از اون چیزی که زندگی برای دیگران معنا دارد میرساند. ای کسانی که این گونه باور دارید چه کار کنین؟ اجابت کنید یعنی قبول کنید، بپذیرید، نگاهتان را، فکرتان را، ذهن و اندیشتان را مدیریت کنین. چیکار کنین؟ به زندگی باور پیدا کنین. استجیب لله و للرسول، حرف خدا و پیغمبر را قبول کنین. برای چی؟ ازا دعاکم، وقتی شما را دعوت میکنه، برای چی دعوت میکنه؟ لما یحییکم. موضوع خطبه اول بسیار خلاصه همین جمله است. زندگی یک خاصیت داره، زندگی یک علامت داره. زندگی فرد، زندگی یک موجود، یک حشره، یک چرنده، یک پرنده، زندگی یک گیاه، اون چیست؟ اون چرا که بر رشد او کمک میکنه، به ترقی او کمک میکنه، او را میپذیره. اون چه که با او ملائم است و مناسب است جذب میکند. اون چه که به ضرر اوست، اون چه که او را در خطر قرار میدهد، به او آسیب میرساند، او را دفع میکند. زندگی، حیات سری مرموز است، اما آثار دارد، علائم دارد. اثر ظاهر حیات، اثر به اصطلاح آشکار و مهم زندگی چی است؟ به تعبیر قرآن حرکت است. اگر فرد و جامعه حرکت به سمت پیشرفت و تحول و ترقی نداشته باشد، در واقع اثر از حیات، اثر از ایمان واقعی وجود ندارد. ما در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی باید آثار حیات را، آثار زندگی و پیشرفت را بشناسیم و به سمت او حرکت کنیم. تعابیر از اهل معرفت وجود داره. گاهی میگوید بعضیا که حرف نمیفهمند، حقیقت را نمیفهمند، اینا زنده نیستند. انک لا تسمع الموتا. خدا به پیغمبر میفرماید تو به گوش مرده نمیتوانی حرف وارد کنی. انک لا تسمع الموتا. زندگی ایمانی، زندگی اعتقادی ما را وادار میکند بر حسب دستور قرآن که به سمت منافع حرکت کنیم. غرایز، شهوات، زشتی ها، پلیدی ها ما را میراند. حقایق، عدالت، پیشرفت، آگاهی، علم، بصیرت به زندگی ما کمک میکند. حرکت اجتماعی، قوانین اجتماعی، برنامه های اجتماعی باید علامت حیات در او دیده شود. اگر قانونی، اگر برنامه‌ای، اگر تشکیلاتی به این سمت جامعه را حرکت ندهد، در واقع به سمت نابودی و نیستی در حال حرکت است. هر قانونی، هر رهبری، هر اندیشه‌ای که انسان
و جامعه را به سمت حیات هل ندهد و حرکت ندهد، محکوم به زوال است. ما از قرآن این دستور را میگیریم. به همین دلیل است باورهایی را که با این هدف فاصله دارد، با این هدف در تقابل است، اونها را وظیفه داریم بشناسیم. خیلی بحث اجتماعی و حیاتی و مهم را این آیه شریفه دنبال میکنم. من خواستم کوتاه اشاره کنم یکی از باورهایی که جامعه را به سمت این حیاتی که قرآن میفرماید لما دعاکم استجیبوا لله و الرسول اذا دعاکم لما یحییکم، تا شما را زنده کند، یکی از این مقوله ها، یکی از این باورها باور به انتظار است. همه ما باید دقت کنیم مسئله اعتقاد به مصلح، اعتقاد به کسی که جهان را اصلاح می کند، ناملایمات را بر می دارد، شرایط را برای یک زندگی به تمام معنا انسانی فراهم می کند، این مخصوص یک باور نیست، مخصوص یک مذهب نیست، مخصوص یک قشر نیست. اعتقاد به مصلح و موعود اعتقاد همه اقوام و ملل دنیاست. فرصت نیست من وارد ریز شوم. اینه که یک روز حکومت در اختیار صالحان قرار میگیرد و انسانهای صالح و به معنای واقعی مؤمن وارث زمین میگردند، این از اون مقوله هایی است که همه ادیان قبول داره. شاید ما در بعضی از مقاطع تاریخ وقتی مراجعه میکنیم ادیان هستن که معتقد به مبدا و معاد نیستن، یعنی خدا و آخرت را قبول ندارن، اما همونها هم معتقد به یک مصلح هستن. اعتقاد به مصلح انسان را زنده می کند، جامعه را زنده می کند، امیدوار می کند. اونها معتقدن یک روزی یک دادگر در سراسر جهان حکومت می کند و عدالت را پایدار می کند. فرصت ورود به همه این موضوعات ایجاب نمی کند در نماز جمعه. از نظر مسلمان ها به حمد الله و المنه مهدی مورد تأیید است. همه مسلمان ها نه تنها مذهب شیعه که به حمد الله و المنه به وضوح و به دلائل متقن این آدرس را دقیق شناسایی کرده، اینا را اگر من نگم ظلم است به جامعه اسلامی، به جامعه انسانی. اما غیر از شیعه مسلمانان بر اساس روایات که از مصادر دسته اول به اونها رسیده معتقد هستند به این که فردی که هم نام پیامبر است در آخر الزمان ظهور خواهد کرد و جهان را از ظلم و بیدادگری پاک خواهد کرد. دقت کنین، جهان را، نه یک نقطه را. اما اون چه که الحمدلله به ما عنایت شده، ما با استفاده از راهنمودها و حرکت از اون مسیر دقیق اون آدرس را به وضوح میشناسیم. این فاصله بسیار زیاد است که باید همه بشر بپیماید، همه مسلمان ها این فاصله را نزدیک کنن. من بخشی از روایات را کوتاه عرض میکنم. روایات نبوی، یعنی روایاتی که از پیامبر از طریق علمای اهل سنت در کتب معتبر و مصادر دست اول و قابل اعتماد درباره مهدی و ظهور او در آخر الزمان و ایجاد حکومت عدل و قسط و برچیدن سلطه ظالمان و ستمگران با ذکر ویژگی ها آمده، به تعبیر کارشناسان بخش
درایت و حدیث شناسان اینها در حد تواترند. برخی از علما و دانشمندان عامه یعنی اهل سنت به ظهور فرزند از خاندان پیامبر در آخر الزمان و حاکمیت عدالت و دادگستری توسط او بر آیات زیاد استناد کردند. من چند تا را به عنوان نمونه عرض کنم. شیخ عبدالحق دهلوی می نویسد احادیث بسیاری که به حد تواتر رسیده. بزرگواری میکنم از دانه که در نماز جمعه هستن، علما می دانن تواتر یک اصطلاح روایی است. حدیث متواتر یعنی حدیثی که احتمال نمیدیم یک عده‌ای با هم توافق کرده باشن این حدیث را به خورد مردم بدهن. حدیث تب متواتر یعنی حدیثی که یقینا از پیامبر نقل شده یا از امام معصوم نقل شده. اینجا احادیث مهدی در حد تواتر وارد شده که مهدی از آل و بیت پیامبر و از اولاد فاطمه می باشد. علما، بزرگان، حدیث شناسان احادیث باب مهدویت را متواتر می دانند. شیخ ابوالعرفان سبان یا سبان می گوید اخبار و احادیث از پیامبر به حد تواتر نقل شده. همون عبارتی را که دهلوی می گوید شیخ ابوالعرفان سبان هم همون عبارت را می گوید که مهدی ظهور خواهد کرد و او از اهل بیت پیامبر است. دقت بفرمایید و زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد. این دقیقا همون عبارتی را که قرآن به او اشاره دارد و عدل الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. اینها را ما در زمین حاکم میکنیم، همون عبارت را بیان میکنه. زین دهلان می نویسد آنچه مورد اتفاق نظر علما می باشد این است که مهدی آخر الزمان می آید و او زمین را از عدل و داد پر خواهد نمود و احادیث درباره مهدی و ظهور او بسیار است. زیاد وقت نمازگزاران و مهمانان نماز جمعه را نگیرم، اما اون چرا که لازم میدانم روایات است که از اهل بید علیه مسلات و سلام در باب این باور رسیده. شما میدانین خداوند بزرگ این موهبت و این لطف را کرده که در ادامه نبوت امامت را مورد نظر قرار داده. ائمه 12 گانه که روایات 12 خلیفه متواتر است در جهان اسلام مشهوره. حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف در سال 255 به دنیا آمده. من یک انتخاب را امروز خدمت عزیزان عرض میکنم. هفتمین امام ما حضرت کاظم علیه السلام است. دقیقا شهادت حضرت کاظم خدمت شما عرض میشه که در سال 183 است. ولادت حضرت در سال 128 است. یعنی اگر شهادتش در سال 183 حساب بکنیم یک چیزی حدود 70 سال قبل از ولادت آقا و مولا این اتفاق افتاده که مسلم است. سید ابن طاووس از علمای بزرگ کتابی داره به نام فلا و سائل. خود این اسم خیلی زیبا است، فلا و سائل. میگوید شخصی از مریدان و مخلصان حضرت کاظم علیه السلام در شهر بغداد خدمت آقا رسید. برای که بحثمان عمیق‌تر بشود اسم اون شخص رو نقل میکنه به نام یحیی بن فضل نوفلی. میگوید ما رفتیم خدمت امام کاظم
آقا نماز عصرشان خوانده بودند در بغداد، همین شهری که قبر آقا اونجا هست، یک گوشه شهر بغداد، خلاصه کاظمین است یا معروف به کاظمیه میگویند، میگوید در اونجا در اون سالهایی که حضرت اونجا خلاصه در حبس بودند، میگوید ما وارد شدیم بر حضرت، نماز عصرشان خوانده بودند، دستها را به سوی آسمان بلند کرده و مشغول دعا بودند. خود این دعا خیلی عمیق است. انت الله لا اله الا انت الاول والآخر والظاهر والباطن و انت الله لا و انت الله لا اله الا انت الیک زیادت الاشیاء و نقصانها. دعای بسیار عمیقی است. خواندن این دعا خودش به انسان یک نشاط ویژه عنایت میکنه. تا اونجا که میرسه اسألک باسمک المکنون المخزون، خدایا از تو میخواهم به اسم پنهان ذخیره شده ات. برای استفاده بیشتر میدونین انبیای الهی خیلی کارهای بزرگ انجام دادن. حضرت موسی آب رو بست، خب فرعونیان موسی را دنبال کردن، موسی با پیروانش در حال حرکت، دشمنان مجهز به دنبالش در حال تعقیب، رسیدن کنار دریا. حضرت موسی از خدا خواست آب قسمت بالاش سد شد، عبور کرد. به چی وسیله این کار کرد؟ وقتی در روایات دقت میکنیم به اسم خداوند، از اسم خدا کمک گرفت. همه این تحولات، این خوارق عادت توسط اسماء الله به وجود می آید و پدید می آید. امام کاظم از خداوند می خواهد اسألک باسمک المکنون المخزون الحی القیوم الذی لا یخیب من سألک به. اگر کسی اون اسم را مطرح کند، از خدا چیزی بخواهد، امکان ندارد خدا اون خواسته را برآورده نکند. حالا امام کاظم که سال 183 به شهادت رسیده، حدود 70 چند سال قبل از ولادت آخرین امام، میفرماید ان تصلی علی محمد و آله. بعد از اینی که به پیامبر از خدا رحمت میطلبد و ان تعجل فرج المنتقم، خدایا فرج و گشایش در کار انتقام گیرنده ات، من اعدائك از دشمنانت برسان و انجز له ما وعدته، او وعده هایی را که به او دادی اونها را اجرایی کن، منجز کن، عملی کن. یا ذا الجلال والاکرام، آقای یحیی بن فضل نوفلی میگوید خب هنوز امام هفتمه، فرزندش امام هشتم به دنیا آمده، اما هنوز مسئولیت امامت رو به عهده نگرفته. یحیی بن فضل نوفلی سوال کرد آقا برای چی کسی دعا میکنی؟ آدم گویی برای رسالت مهمی که در نماز جمعه داره متحیر میمونه، آیا این مسائل بر حسب عادتی که بوده مطرح نکنیم؟ اگر نکنیم واقعا به اون زندگیی که قرآن میگوید به سمت او در حرکت نیستیم. سوال کرد آقا برای کی دعا میکنی؟ خب این مضمون خیلی مهمه. حضرت فرمود برای مهدی آل محمد. دو سه تا نکته امام کاظم علیه السلام در ادامه فرمودن، اینا هم مهم و محوری است. فرمود پدرم فدای آن که دارای شکم ستبر. ما الحمدلله معتقد به مهدی هستیم. عرض کردم همه ادیان آسمانی، همه مسلمان ها
اما باید این مصداق را بشناسیم. امام کاظم فرمود آن که دارای شکم ستبر، ابروهای به هم پیوسته، ساق باریک، شانه‌های پهن و رنگ گندمگون دارد که به خاطر شب زنده‌داری کمی مایل به زردی است. حتی شکل و شمائل حضرت بیان میکنه. این یک حقیقت است، این را باید دنبال کرد. من در خطبه دوم انشاءالله نسبت به این باور که تحولات را میبینم، الحمدلله کلمات که خبر از یک تحول میدهد در سخنرانی ها، در فضای مجازی، در رسانه ها، اینها را حس میکنم. انشاءالله صحبت هایی را خواهم داشت. نکته اساسی این خطبه همین است که ما باید اون حیاتی که ما را به سمت عزت و بصیرت و اقتدار که حرف قرآن است، حرف خدا است، او را بپذیریم. نه تنها در قالب فرد، در قالب یک توده، در قالب یک اجتماع بزرگ، در سطح کشور و در سطح بالاتر از مرزها، فرا مرزی و فرا ملیتی و در سطح جهان. یکی از این مقوله ها و اصیلترین و بابرترین مقوله حیات اجتماعی، حیات به مهدویت و اعتقاد به یک منتقم و منجی است. خدایا ما را در این راستا بیش از پیش یاری بفرما. فرج اون بزرگوار معجل فرما. ذکر و فکر ما هم مغم ما رضای خودت و رضای اون عزیز قرار بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة وعلى الحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة الخلف الصالح أئمة المؤمنين. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را بر آیت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. نماز جمعه که در قرآن با عبارت تلاش کنید خودتان را به ذکر برسانید معرفی شده. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله. این نماز در کنار ثواب بالا برای شرکت کننده، وظایف مهم اجتماعی حیاتی و کلانی را به عهده دارد. به همین دلیل اون چرا که لازم است جامعه اسلامی در هر شهر و در هر محل برگزاری که باید این نمازها وسیله ارتباط بین جهان اسلام باشد، اون تعبیری را که در قرآن داریم واعتصموا بحبل الله بر اسمان الهی چنگ بزنین، نمازهای جمعه به عنوان آدرس دوم کعبه، حاجی و مستطع
به مکه می رود سال یک بار، اما غیر مستطع به نماز جمعه شرکت می کند. این نمازهای جمعه باید سکوی پرواز به سمت مکه باشد، مکه‌ای که بالاترین افتخار اسلام است. روابط بین نمازهای جمعه باید برقرار شود. کشورهای اسلامی از کانال صدای بلند و فریاد رسای نماز جمعه وحدت جهان اسلام را به دست بیاورند. دشمنی ها، کینه ها، ناامنی ها و توطئه ها را در قبال جهان اسلام رصد کنند و نابود کنند. بر اساس همین رسالت، حادثه ای را که دیروز در شهرمان، در ولایتمان و در کشورمان به وجود آمد، با حمایت شما مردم به شدت محکوم می کنم. تکبیر. امیدوار هستم با جدیت حاکمیت و امارت و مردم و نیروها عوامل این جنایت ها و این جنایت شناسایی شود و مثل گذشته ها تنها به وعده دادن اکتفا نشود. امنیت سرمایه بزرگ هر جامعه است، عامل پیشرفت است، عامل ترقی است. وقتی یک حادثه این گونه به وجود می آید، در ضمن این که خانواده و خانواده هایی را عزادار می کند و حاکمیت را به نحوی به مشکل و در واقع چالش می کشاند، نسبت به جامعه آثار منفی دارد. البته جامعه اسلامی برای رسیدن به آرمانش آمادگی هر تحول را داره، اما بحث امنیت بحث بسیار مهم است. امیدواریم که با جدیت و با پشتکار عوامل این توطئه شناسایی شود و مردم از طریق رسانه ها و از طریق جرائد در جریان ریز و تمام جزئیات ماجرا قرار بگیرند. علا کل حال، یک حادثه ای بود که بار دیگر دلهای ما و فکرهای ما را متأثر کرد. ما با همه داغداران و خانواده های مصیبت دیده اعلان همدردی می کنیم با دولت و با ملت. مسئله دوم، مسئله زنان است. روز 8 مارس روز زن نامگذاری شده، اگرچه ما معتقد نیستیم که این روز روز زن است، مشکل نداره. این روز یک روزی بوده که زنها خلاصه در میدان آمدن و از حقوقشان دفاع کردن. ما هر حق را ازش دفاع میکنیم. قرآن به ما یاد داده لولا دفع الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع و مساجد. باید انسان از حقوقش دفاع کنه. مرد، زن، هر انسانی حق داره از حقوق خودش دفاع بکنه. خب در شهرهای مختلف دنیا، در سازمانهای بزرگ مسئله حقوق زن مطرح است. اسلام به عنوان یک مکتب پویا و غالب، همون دینی که ما معتقد هستیم غیر از اسلام ماندگاری ندارد، نسبت به حقوق زنها حرف داره. حاکمیت نسبت به حقوق زنها حرف زده. در روز سه‌شنبه به آدرس امارت اسلامی صحبت‌های درباره حقوق زن شده. من صحبت‌های مفید و مثبت و عادلانه را تایید می‌کنم و همینجا از آدرس دین، از آدرس قرآن، از آدرس اسلام عرض می‌کنم بعضی از مسائلی که نسبت به زنها در جامعه افغانستان اعمال می‌شود
ظلم است به زنها. به جامعه ما هم در رژیم های گذشته ظلم شد تحت عنوان آزادی دموکراسی. ما اونها را به کلیتش قبول نداشتیم. امروز هم به جامعه زنان ما ظلم می شود، اینم قبول نداریم. بحث تحصیل از مقوله هاییست که نمی شود از او گذشت. ما روایات داریم در کتاب های معتبر، جاءت امرأتون الى رسول الله، زن آمد خدمت پیغمبر، فقالت یا رسول الله، عرضه داشت ای پیامبر، مردها از سخنان شما استفاده کردند، ذهب الرجال به حدیثک، مردها آمدن صحبت شما را گوش دادن، بهره بردن و رفتن. پیشنهاد کرد فاجعل لنا من نفسک یوما، یا رسول الله روزی هم برای ما تعیین بفرما تا به محضرت بیاییم و از آن چه خداوند به شما می آموزد نعتی کفیه تعلمنا مما علمک الله، اون چرا که خدا به تو عنایت کرده عامل حیات و زندگی و پیشرفت را به تو یاد داده، ما هم نعتی کفیه تعلمنا مما علمک الله. این پیشنهاد زنها بود. پیغمبر فرمود اجتمعنا یوما کذا و کذا، یک روزی را مشخص کرد، فی موضع کذا و کذا، در یک آدرس مشخص، فاجتمعن، اونها رفتن اونجا جمع شدن، فاتاهن النبی، پیامبر رفت، فعلمهن مما علمه الله. ما میدونیم پیغمبر با زنها و زنها با پیغمبر، خلاصه رفت آمد و سوال و جواب داشتن، شبهات جواب میداد. با پیغمبر زنها بیعت کردند. اینها از حقوق زنها است یاد گرفتن. بله، باید زمینه آرامش و زمینه در واقع طمأنینه را برای تحصیل خانم ها آماده کرد. این یک بحث است. که گفته زن حق کار نداره؟ نباید اون چرا که باعث تضعیف اداره، مدیریت و پیشرفت و عزت جامعه می شود، اینها را با عنوان عوامل ضعف کشور علیه ما استفاده کنن. ما با عنوان دوستداران امنیت، دوستداران حاکمیت با عدالت و با سعه صدر در گذشته و در حال این طرح‌ها را دنبال می‌کنیم و با عنوان زبان حق فریاد می‌زنیم عدالت جهانی و کشوری. عدالت، توجه به حقوق باعث آبادی کشور می‌شود، باعث ماندن نیروها و اندیشه ها و صاحبان فکر و رأی بلند در جامعه می شود. مسئله بعدی، نکته بسیار زیبا و امیدوار کننده و آخرین موضوعی را که من عرض می کنم، در روزهای که پشت سر گذاشتیم، ایام ولادت آقا و مولا من صاحب الزمان، شاهد خیلی از زیبایی ها بودم. روز سه‌شنبه 14 ماه شعبان، خب جلسه ای بود در تکیه خانه یکی از تکایای شهر، تکیه خانه مرحوم سید نوراغا، که هر سال اونجا مجلس با شکوه با همت مردم و مسئولین اون تکیه برگزار می شود. از آحاد جامعه مردم شرکت می کنن. اونجا دوستان و علما شرکت کردن، از جمله ریاست محترم حج و اوقاف ولایت بلخ جناب آقای مولوی سیف الدین عزیزی یکی از سخنرانها بود، بنده هم اونجا سهمی داشتم. صحبت بسیار شیرین و همه جانبه ایجاد شد.
ایراد شد توسط ایشان. میخوام بگم که بحث مهدی مختص به یک مذهب نیست. ما بخش رسانه‌ای دفتر حضرت آیت الله سیستانی که صحبت‌ها را جمع کرده و پخش میکنه، صحبت را که جناب آقای عزیزی کرد، یکی از حرفاش این بود که همه معتقدن مسلمان‌ها آقا که میایه، حضرت عیسی از آسمان به زمین میایه، پشت سر آقا دو رکعت نماز میخونه. به ایشان در اون جلسه گفتم ای کاش من هم توفیق پیدا بکنم پشت سر امام زمان نماز بخونم. این بحث خاص نیست. در جلسه ای بودم، یکی از معلما گفت فلانی 20 کار دارم. گفتم بفرما. گفت که آقا چیز عجیبی شنیدم. گفتم چی؟ گفت که در یک مسجدی بودیم، مسئول امر معروف و نهی از منکر آمد، گفت مردم ماه شعبانه، ماه عبادته، ماهی است که امام حسین برنامه داشت، مخفی کاری نکنین، برین عبادت کنین. خیلی از آقا یاد کرد. ما معتقدیم ایمان به مهدی، اعتقاد به مهدی دلها را نزدیک میکنه. جالب است دکتر احمد طیب که فعلا ریاست دانشگاه الازهر را به عهده دارد و در اونجا یک مرکز افتا دارد، در یک پیامی بسیار با دقت تبریک گفتم، صمیمانه و دعای خالصانه کردم به امت اسلامی، به امت اسلامی به مناسبت شب نیمه شعبان. البته بحث سالروز تغییر قبله را هم ایشان اینجا مطرح کردن. میدونین در سال دوم هجری 18 ماه از آمدن پیغمبر به مدینه گذشته بود که خداوند لطف کرد و پیغمبر منت گذاشت، قبله از بیت المقدس تغییر کرد و به سمت مکه نماز خوان پیغمبر. ایشان صحبت بسیار جالبی را مطرح کردن که من عبارتهای بخشی از این صحبت براتان میخوانم. شیخ الازهر ادامه داد: از خداوند متعال میخواهم که این ملت را در روی زمین توانمند سازد، مقام و منزلتش را بالا ببرد و با قدرت و صلابت به آن عزت دهد، از امنیت، آرامش، فضل و رفاه برخوردار شود. بعد پیشنهاد کردند همبستگی کامل الازهر را با همه مسلمانان اعلام میکنم. من عرض کردم علامت اعتقاد به مهدی در روایات پیغمبر فرمود زمانی که در دنیا سر زبانها بحث مهدی آمد، بدانیم ظهور نزدیک است. حضرت فرمود مردم مثل آب که تشنه هستند محبت مهدی را میگیرند و در دلهاشان میگذارند. امیدواریم که هممان از منتظران واقعی باشیم. نکند ما با بی‌توجهی، چون ظهور معلوم نیست در چه روزی و در چه زمانی معلوم نیست محقق می شود. آدرس های داریم روز جمعه، اما کدام جمعه معلوم نیست. علائم اگرچه قطعی نیست اما در روایات مطرح است. امیدواریم به سرعت این بحث را جامعه اسلامی به عنوان طرفداران قرآن، پیروان پیامبر بیشتر مسئولیت دارن، اگر جامعه انسانی هم مسئولیت دارن، بیشتر مورد توجه قرار بدن. خطبای نماز جمعه، من از باب وظیفه میگویم، حیف است ماه شعبان بیاید در این همه نماز جمعه از مهدی صحبت نشود. ظلم نیست؟ این همه روایت داریم. لازمه این بحث این است که مشکافی بشود، این بحث دنبال شود، آدرس های دقیق. حالا وظایفی هم منتظران دارم که فرصت نشد من در اینجا مطرح بکنم. یکی از اون وظایف مهمی که برای منتظران هست بحث همدلی است، بحث مهربانی است.
در روایات داریم منتظر واقعی گویا کسانی هستند که یک پدر و یک مادر دارند، که ان اباهم واحد و امهم واحده. انتظار به معنای واقعی آماده شدن صرف یک اعتقاد نباشه. خدایا ما را بر این باور بیش از پیش یاری بفرما. امنیت کشورمان، مردممان، جامعه‌مان خدایا کامل تأمین بفرما. دست‌های ظلم و تعدی و تجاوز و جنایت خدایا قل و غم فرما. پروردگارا همه مسلمان‌ها در محور قرآن، در محور معارف اهل بیت به هم دیگه نزدیک و مهربان بگردان. خواهران و برادرانی که در سراسر جهان اسلام در افغانستان مظلوم با حضورشان نمازهای جمعه را یاری می کنند، عزیزانمان که در همه شرایط، در سختی ها، دشواری ها، در فضاهای بسیار صعب و دشوار این سنگر افتخار و عزت را همیشه یاری کردن، عزت دنیا و آخرت نصیبشان بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.